شمار قربانیان انفجار تروریستی روز دوشنبه در غرب کابل افزایش یافت و تعداد شهدا و مجروحین به بیش از 75 تن رسید. این انفجار که توسط یک خودروی تویوتای بمبگذاری شده در منطقه شیعه‌نشین کابل رخ داد، تا کنون دست کم 30 تن را به شهادت رسانده و 45 تن دیگر را مجروح کرده است. به گفته منابع درمانی همچنان احتمال افزایش تعداد شهدا وجود دارد. سنی‌های تندروی طالبان مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده گرفته و گفتند که دو خودروی نیروهای امنیت ملی افغانستان را هدف قرار دادند. اما مقامات افغان با رد این ادعا اعلام کردند که تمام قربانیان این انفجار تروریستی را غیر نظامیان تشکیل دادند. این انفجار تروریستی به مغازه‌ها و منازل شیعیان نیز خساراتی فراوان وارد آورده است. پیش از این مردم کابل با برگزاری اعتراضاتی مسالمت‌آمیز از حکومت این کشور خواسته بودند تا امنیت مردم را تأمین کند. این اعتراضات به شدت سرکوب شد، ولی حکومت کابل قول داد که این شهر و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان را به سمت امنیت سوق خواهد داد.